با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی، در بحثی که داشتم یک دو خطای کوچک، من بیش از همه نقاد خودم هستم و بایدم باشم و همیشه دانشجو، و هر حال واقعا بدبخت اون کسیه که خودشو مطلق ببینه و بگم بزرگانی که راهنماش باشن بتونه با اون نسبت به اونا خودشو بالا بکشه، بالاتر از خودش نبینه. این واقعا اوج بدبختی انسانه هر کی باشه. به هر حال انسان جایز الخطاست، ولی حق تکرار خطا رو نداره. فقط دو خطا و دو توضیح دارم. نامه پیغمبر اسلام را به خسرو پرویز و پادشاه مصر گفت که بعد از کلوپاترا که در سال 30 یا 32 قبل از میلاد به عنوان آخرین فرعون و شاه مصر بوده، دیگه مصر پادشاه نداشت، مستعمره روم و بعد روم شرقی شد و بعد به خلافت بنی امیه و عمر تعلق گرفت. زمان عمر امر آسرف تصرف شد. بنابراین درستش پادشاه بیزانس یا روم شرقیه. نامه پیغمبر یکی به خسرو پرویز که در دست نیست، اونم احتمالا مشابه اون بوده که خسرو پرویز پاره کرده، و یکی روم شرقیه. علت خطا چی بود؟ حسن الهیکل، که حسنین هیکل یعنی دو حسن، سردبیر دانشمند و مشهور مجله الاهرام، کتابی به عربی دارد که من اون موقعی که 11 و اینا بودم دیده بودم. بله، در یکی از جلسات علمی که در تبریز برگزار میشد منم حضور داشتم، بله، به عربی، که در آن عکس، من اون عکسم داشتم، نامه پیامبر را به امپراتور بیزانس انداخته بود و حسن الهیکل اونجا گفته بود که پیامبر میتونست بخونه و بنویسه، این خط خودشه، و امی بودن قرآن رو که در قرآن اومده، محمد رو در قرآن، نه به معنای بیسوادی در نوشتن و بعضی ها خواندن و میارن و یا نمیارن، بلکه متولد اهل مکه یعنی ام القرا میدونست. اهالی مکه رو هم امی میگفتن، یعنی متعلق به ام القرای که هر قومی خود مرکز بینه، اونا هم معتقد بودن اولین خشکی که از آب بیرون اومده مکه بوده. بنابراین ام قریه ها وش یعنی دهاست، اون موقع قریه بوده دیگه. داریوش هم همون در کتیبه هاش ده رو به معنای شهر میگیره. به هر حال با اون کنسپت قبیله‌ای که اون موقع هنوز واژه‌اش ساخته نشده در زبانش. حسن الهیکل همون شخصی است که، و بگم شخصیت با بصیرتی است که روز سوم انقلاب بهمن 57 به تهران اومد، با روح الله خمینی دیدار کرد، در بازگشت به مصر نوشت که روح الله خمینی انسانی است که از قرن اول هجری به قرن 14 هجری، یعنی از قرن 7 میلادی به قرن 20 میلادی پرتاب شده است و دهنچاکان، بگم، خمینی از چپ و نیروهای راست و میانه مذهبی هرچی در چنته داشتن بر او حواله کردن، اما تاریخ بصیرت استثنایی و هوشمندانه حسن الهیکل رو تایید کرد که خمینی و انقلابش در عشق شوق آمد و در منجلاب رفت. خطای دوم، تو مپندار که نه شاه و نه لشکر باقی است، نه دگر جان و رمق در تن کشور باقی است، یا روح و رمق در تن کشور باقی است. این شعر ایرج رو من درستش رو خوندم، اونجا یه خطایی رخ داده بود، دیگه تکرار زائد وقت نمیخوام.
توضیح من طاغوت رو که بیان کردم بایستی توضیح میدادم برای بعضی از بینندگان و شنوندگان عزیز، به توصیه بعضی از دوستان عزیزم، طاغوت یعنی طغیانگر، منظور ابلیس یا شیطان است، که قیاس و اینا سخنان منه، تعقل و استدلال و مطرح کرد بنا به ارزش‌های خود خدا الله اسلام، آتش برتر از خاک بوده و ابلیس گفت که مرا از آتش، آیه قرآن، و آدم را از خاک آفریدی، من به پستر از خودم سجده نمی کنم و تسلیم امر خدای دیکتاتور و جبار نمی شوم. او استدلال و مهمتر از آن نگفتن را در اساطیر دینی مطرح کرد و به بشریت مؤمن خواست یاد بده. بله، به هر حال که دریغ از شعور اکثریت مؤمنان. واقعیت اینه که انسان‌هایی که اسیر ذهنیت‌هایی هستند که در ساختنش دخیل نبودن، نمیتونن به اون راحتی از اونجا ناخودآگاه در بیان. توضیح دوم درباره خاتمی با بیش از رأی‌گیری اولی در ریاست جمهوریش، گفتم نشانه بیشوری اجتماعی و سیاسی جامعه است. تذکری دادن که کاملا درست بود. اینو به اصطلاح، آیا این نقصیست که من سوال به این صورت مطرح میکنم، بایستی به گردن همه رو رژیم بندازیم و مردم رو معصوم تلقی کنیم، یا اینکه نه، مردم هم مقصرن؟ به قول روسو، هر ملتی لایق حکومتیست که با آن حکومت میکنه. مردمانی که سیاستمداران تبهکار را انتخاب میکنن قربانی نیستن، شریک جرمن، هم از یه بزرگ دیگه است. آیا ملت معصوم ابدی است چون تحت حاکمیت رژیم های خودکامه و آخوندهای ریاکار قرار داشته و دارد؟ قضاوت در همه این موارد به نظر من باید موردی و تحلیل از روی تحلیل صورت بگیرد. طبعا در این انتخابات من از اون تذکر ممنونم، رای دهندگان و بخش مهمی از رای دهندگان مقصرن، ناآگاهشون نه، در حال شریک جرمم ولی ناآگاه، و نه کسانی که رای ندادند و یا رای منفی دادن و به نحوی مبارزه کردند. تعمیم به مردم ایران طبعا نادرست است به کل جامعه. اگر سخنم چنین مفهومی را القا میکرد که میکنه، عذر میخوام و تشکر از ناقد. من سخنرانیم کلن اینه، چون بعضی از عزیزان هم به من زنگ زدن، من ایمیل میهن تیوی و سایتش رو دادم گوش میکنن. یه خلاصه از این دوباره سخنرانی ها میگم که به اصطلاح من هر دینی رو در 8 مورد نقد کردم، 7 مورد، و اسلام رو در 8 مورد به درستی. چرا؟ اسلام نبوت رو وارد الهیات کرده بین خداشناسی و معادش. خداشناسی و معاد هر دین وابسته به نبوته. کسی به پیغمبری ایمان نداشته باشه، نه اون خداشو قبول داره، شکل خدا یا خدایانشون، و نه شکل معادشون. بنابراین خداشناسی نبوت، فرجامشناسی یا معاد، جهانشناسیش کسموگونی، دنیا رو چجوری میبینه، عالم رو چجوری مینگره، اسطوره خلقت و در این جهانشناسی، و جهانبینی دینی رو که غیر از جهانبینی علمی و فلسفیه. و بعد رسیدم در 5 که الان در اون قسمت هستیم، کتاب مقدس و منطق دینی، که در این زمینه گفتم هر دینی رو بایستی در 3 مورد نقد کرد. یکی زمان ظهورش نسبت به شرایط اجتماعی قبل، آیا بهتر کرده، بدتر کرده، از چه نظر بهتر، از چه نظر بدتر. دوم،
به قول نیچه هر چی رو میخواهید بررسی کنید در اوج شکوفاییش بررسی کنید. اسلام رو بایستی در عصر طلایی اسلام که از قرن دوم تا ششم ادامه داشته بررسی کرد، و اگر بخواید به ریشه ها برگردید، یعنی به اسلام ناب محمدی، به بربریت برمیگردید. و ششم اخلاق و ارزش های نیک و بد، حلال و حرام و واجب و گناه، اینها فردی هن و جمعی هم در سوره حجرات اومده که اشاره خواهم کرد در هفته های بعد. بعد میرسم به هفتم، مراسم و عبادات، اون فروع دین، نماز، روزه، حج، جهاد، الاخر، امر به معروف نهی از منکر، و خمس شیعه، زکات سنی، برحال. و هشتم نظام اجتماعی مطلوبشه که در واقع ایجاد حکومت دینی یا از مؤمنان و جذب و حل کافران یا کشتن و نابود کردن آن. بعد من بخش اول رو که نقد اسلام و نسبت به زمان خودش پیشرفته بود یا ارتجاعی بیان کردم و مقایسه کردم، به خصوص با کتاب بسیار ارزنده ای از منصور فهمی هست که زن در سنت و اسلام، یعنی سنت مایان ما قبل اسلام، که نشون داده زن آزادتر بوده و اسلام مقیدش کرده و حضرت محمد خودش پیغمبر اسلام نمیخواد، تر حسب عادت چیز اونو زیاد محدود کنه، اما چون در آیات به اصطلاح قرآن الرجال و قوامون علی النساء و غیره و غیره اومده، مردان کارگزاران یعنی فرماندهان زنها هستند، و در نتیجه در بعد از پیغمبر چنین چیزی وجود نداره، زن رو به حاشیه جامعه راندسلا. ولی در کل نسبت به جامعه عربستان که دولت عربستان و بعد به امپراتوری اسلام مبدل شد، نسبت به عرب اسلام چیزش پیشرفته تره در کل، ولی جز به جز بعضی جنبه هاش ارتجاعی ترن و قانونمند کرد. دوم نقد اسلام در عصر شکوفایش بود که هفته گذشته پیدا شدن بخشی هم اینجا اشاره خواهم کرد، علوم مختلف رو نقد کردم، اشاره کردم، و رسیدم به عصر افول اسلام که انحطاط اسلام که با جان کندن تمدن اسلامی از ابوالحسن اشعری شروع شد، 260 تا 324 هجری بوده، و به ابو حامد محمد غزالی 505 هجری، این سنگر جهل و خرافه و ایمان و تقلید به اوج شکوفایی خود رسید و عصر انحطاط فرهنگ اسلامی و زوال تمدن آن شروع شد که هنوزم وجود داره. تمدن اسلامی دیگه وجود خارجی نداره، مثل هیچ تمدنه، یعنی تولید مادی نمی کنه. این فرهنگ های اسلامیه که یهودی و مسیحی میتونن راجع به سنت ابراهیم با هم بحث کنن، ولی نه لباس حاخام و تمدن یهودی میسازه، نه لباس کشیش رو و نه لباس آخوند رو، همه اینا رو تمدن سرمایه‌داری صنعتی می‌سازه. تمدنی به نام تمدن مسیحی و یهودی و اسلامی و حتی هندی و اینا وجود اونجور دیگه در حال زوال یا وجود خارجی ندارن. اون فرهنگاشون که باقیه، فرهنگای دینیشون. فرق بین فرهنگ در انگلیسی معلوم نمیشه. culture، کلتور و civilization، سیویلیزاسیون، تمدن، که نتیجه تمدن ایجاد فرهنگه. بعضی از تمدن‌ها در اوج شکوفاییشون به فرهنگزایی میرسن، بعضی از تمدن‌ها وقتی خط نداشته باشه مثل تمدن ماد، فرهنگ ماد وجود خارجی نداره. اگر داریوش هم نبود، فرهنگ همون 800 کلمه که کتیبه ها نوشته شدن، تمدن فرهنگ پارسی باستان هم وجود نمیداشت. دست داریوش درد نکنه. بنابراین با فراز و نشیب هایی
الان در همه کشورها این سقوط شروع شده. هند گورکانی که با استعمار انگلیس تموم شد، هند 800 ساله مسلمان، 600 ساله تا قبل از گورکانیان هم میره البته، تا افغانستان و پاکستان، ایران و سوریه بلازده و مصر تا برسد به مغرب، مراکش تا اندلس مسلمان اون زمان در اسپانیا و که اونجا را همه رو مسیحی کردن تموم شد. با سلطه کلام از اشعری و ابو حامد غزالی، شیعه کلام نداره و ایمان و تقلید فقها بر علم و نوآوری در جامعه یا جوامع دینی اسلام یکی هم نبود. دین و ایمان و تقلید و سنتگرایی بر عقل و نقاد و استدلال و تحقیق چیره شد و دوران کشف و نوآوری در جهان اسلام به پایان رسید. گفتم نقد هر دینی، نقد علمی هر دینی به مراتب با حمله به اون مؤثرتر برای روشنگری. حاشیه نویسی ها و شرح نوشتن ها به جای ابداع و نوآوری رواج یافت. دیگر از بتانی، محمد بتانی که علم مثلثات رو کشف کرد، ابن هیثم که قانون اپتیک یعنی برابری زاویه انعکاس یا انکسار رو در تشریح عدسی چشم، قرنیه، زلالیه، زجاجیه، همه رو ابن هیثم، اون مال ایشونه، جبر به وسیله محمد موسی خوارزمی، سپس عمر خیام، معادلات درجه اول موسای خوارزمی و معادلات درجه دوم حلش با خیام، اسم کتابم هر دو جبر و مقابله گذاشتن، زمین سنجی، ژئومتری و محاسبه انحراف محوری زمین نسبت به خورشید و محاسبه شعای زمین توسط ابو ریحان بیرونی. بله. و کشف شیمی زمان منصوره. بله. همراه با کیمیا، جابر بن عیان آسید نیتریک و تیزاب سلطانی و زکریای رازی آسید سولفوریک و الکل و جدا کردن حسبه در طب از سرخک و بنیادگذاری طب بالینی با کتاب من لا یحسره طبیب، اون که در سرش طبیب حاضر نیست که نمیره، آخوندم ورداشت من لا یحسره فقیه رو نوشت. بله. به پایان رسید. اما این دوره سیاه یعنی سلطه دین، ایمان و تقلید بر علم و نوآوری و عقل به یک بار مسلط نشد. تک ستاره هایم در زمانهای بعد ظهور کردند. کشفیات کم اهمیت تری وجود داشت که بعضی از آنها چون محاسبه عدد پی تا 16 رقم به وسیله جمشید قیاس الدین کاشانی همراه با اولوغبک نوه دانشمند امیر تیمور کورکانی، یعنی کورکن یعنی داماد، به گور رفت نداره، اونا رو تحریف کردن. بله. برای اهانت، یعنی بیماری رو نشون میده. به هر حال در محافل، من ندارم با این نوع بیماری ها رو، در محافل علمی مطرح شده است و بعضی نیز به سبب سلطه جهل آخوندی متکی بر تیغ سلاطین بیره در لابلای کتاب هایشان باقی موند بعضی از کشفیات و پیگیری نشد. نقطه اصلی اینه. مثالی را که من پیدا کردم، در یه بار راجع به زمان و مکان صحبت کردم، عین القضات میانه‌ای یلحمدانی، عربیش می نویسن میانجی یلحمدانی، هم محل تولدش رو نوشتن که میانه است و هم محل کشته شدنش با آتش و نفت و بوریا که آخون تکفیرش کرده بود در همدان، مشهور به همدانیه ولی اهل میانه متولده. در کتاب رسالت الازمنه و الامکنه مثال قابل تأملی می زند. سوال می کند آب را که گرم می کنیم حرارت در کجای آب قرار می گیرد؟ جواب می دهد در داخل آب فضاهای خالی هست که حرارت در آنجا مستقر می شود. این توجیه معقول به سبب آن است که نظریه مولکولی ناشی از اتمیسم کشف نشده بود. این فکر بکر عین القضات هرگز پیگیری نشد، زیرا با سلطه کلام یعنی اسلام به ظاهر استدلالی و ظاهرا معقول اشعری، بخصوص محمد غزالی و امام فخر رازی، اینا قولهای کلام هستند که فقها در واقع
پر روتر شدن آخونده که مقلد چهار تا فقیه بزرگ بودن در سنی و امام صادق در شیعه. دیگر مجال و امکانی به تفکر آزاد و غیر دینی باقی نماند که شاهانی از آن حمایت کنند. دین خود را آخوندها و شاهان کامل و مستدل تلقی می کردند و نسبی بودن حقایق در آن و همونجوری که خود قرآن را معتزله که از قرن دوم هجری ظاهر شده بودند نقد می کردند. فضای مطلق گراه امکان رشد این تفکر غیر دینی را نمیداد. اسلام مقلد میخواست. خمینی، من یادم بعد از انقلاب که رفتم دانشگاه تبریز نوشته بودن که اسلام علم مقید میخواهد. امام خمینی مقید به چی؟ مقید به دین دیگه. دین رو هم کی میگه؟ خمینی میگه. اما این عصر طلایی جز در تحت حمایت خلفا و پادشاهانی که بر فقهای متکلم مهمیز زده بودند به وجود نمی اومد و نمیتونست بیاد. از منصور که گفتم یه بار که مریض شده بود، طبیبش چون نستوری بود جبرائیل، از آشپزش پرسید چی میدی؟ گفت غذای شما. گفت این مسیحی، برو از مثلا فلان مسیحی که در بغداد وجود داره شراب فروشی میکنه شراب بگیر بیار بهش بده. بعد از یه هفته تشویقش کرد. خب این کار علی ابن ابی طالب نمیکرد. زمان منصور سندهن ترجمه میشه، طبعا نمیتونست چنین تفکری اصلا در اون دوره به وجود بیاد. در زمان خلفایی که مثل منصور نیستن، یا مأمون که یزدانبخت، زرتشتی ها میگن ابالیش از ری بزرگ مانوی ها بود، احضار کرد. بعد گفت ابالیش باید مسلمون بشی. گفت امیرالمومنین از کسانی نیستن که مردم را به زور وادار کنن که از دینشون برگردن. منون سرشو انداخت پایین رفت. و از این نوشته ابن ندیم معلومه که گجستک ابالیش رو که آذرفرنبخ نوشته دروغ میگه. این یزدانبخت یا ابالیش پیروز می شده، نه اونجوری که آقا نوشته. به هر حال تنها به قاضی رفته، راضی برگشته دیگه. به هر حال صادق هدایتم اون کتاب رو ترجمه کرد. و تا زمان معتصم که معتزله حاکم بودن در بغداد و تا ملکشاه سلجوقی در امپراتوری سلجوقی ادامه یافت، چنان که اشاره شد بعد از مرگش رصدخانهش برچیده شد و آخرین تلیعه بزرگش عمر خیام نیشابوری بود که در 10 ساله آخر سلطنت 20 ساله ملکشاه سلجوقی رئیس منجمینش بود. از زمان متوکل 200 تاریخ از اینجا میاد، 247 تا 232 هجری، یعنی 861 تا 847 847 تا 861 میلادی به بعد، و به خصوص بعد از ظهور ابوالحسن اشعری، گفتم 260 متوکل رو ندیده و ولی متوکل زد با از بین بردن معتزله در واقع راه را برای اشعری باز کرد. تا 324 سقوط فرهنگی در تمدن اسلام آغاز شد و بعد از مرگ ملکشاه سلجوقی 1092 میلادی 472 هجری شمسی 71 محمد غزالی میداندار ستیز با فلسفه و استدلال عقل آزاد و در نتیجه در ستیز با علم و کشفیات نوین و نوآوری ها گشت. احیا علوم دین او که نامش هم شیادی است، چرا که دین علم نیست تا علوم داشته باشه و از روابط اشیا و پدیده ها صحبت نمی کنه. یک بار چون اینجا من سخنرانی مفصلی کردم، برای رعایت وقت چیز نمی کنم، ارجاع نمی، فقط اشاره می کنم. حکمت و حکومت از دکتر مهدی حایری که آیت الله پسر بنیانگذار قم، ایشون یک در این کتاب یک بحث بسیار جالبی داره در 172
7 ولایت فقیه رو نقد میکنه و مرجع این به اصطلاح نراقی رو نشون میده که دو تا روایت های بسیار شلوله که اونها رو میاره و از بروجردی اینو نقل کرده که این بخش کوتاهشو میخونم. فن اصول فقه از حجت در فقه پیجویی میکند و میخواهد حجت هایی را که فقیه بتواند فتاوی خود را بر اساس آنها صادر نماید به دست آورد و هیچ نظری به کشف و اکتشاف واقعیات ندارد، که علم دیگه، زیرا معنای حجت در فقه یعنی دلیل سند، بله، و یا هرگز به معنای حجت منطقی که برهان است نمی باشد و حتی به معنای حد وسط ثبوت کبرا، ما میگیم اکبر نوشته بر اصغر یعنی صغرا، که شیخ اعظم در اول کتاب رسائل فرموده نیست و چون فن فقاهت عبارت از جستجوی حجت هاییست بدین گونه است، هیچ گونه دلالتی بر کشف حقایق، چه حقایق تکوینی یعنی خلقت به اصطلاح دنیایی و چه حقایق تشریعی ندارد، یعنی به الهیات و نبوت و اینا هم شامل نمیشه، لذا این فن را از حریم علوم انسانی چه حضوری و چه اصولی بیرون باید دانست و آموختگان آن را نمیتوان به صفت علما موصوف کرد. و دستشون درد نکنه، واقعا فوق العاده چیز کرده. و بعد می نویسه همین عدم مناسبت میان دانش فقه و علوم الهی انبیا به ما می فهماند که آن علمایی که به حق وارث و جایگزین انبیا می باشند نمی توانند فقها که هیچ گونه تناسبی با علوم انبیا ندارند به حساب آیند و الی آخر. و چون میان دانش فقه و دانش حضوری و لدنی انبیا و فقاهت هیچ مشابهت و علاقه دیگری در کار نیست، این به کلی از روش تحقیق و اجتهاد بیرون است که فقها را در امهات مسائل مابعد و طبیعه و علوم الهی تبحر ندارن وارثان علوم انبیا بدانیم. همینقدر کفایت. به هر حال کسانی بخوان به این کتاب آقای حائری حتما همهش رو باید اون بخش ولایت فقیه رو خوند و دید که یه مجتهد چجوری پنبه این دروغ خمینی رو زده، اونم مجتهد واقعی که آمریکا هم دکترا گرفته بود. بله، محمد غزالی در واقع وقتی میداندار این چیز یه کتاب نوشت، اسمشو چی گذاشت؟ یه بار این پورجوادی اومده بود میگو احیا العلوم، گفتم آقا احیا العلوم که میگی مردم فکر میکنن که رنسانس میشه، بگو احیا علوم الدین، ما بدونیم جهل داره مسلط میشه. بله، بنابراین که گفتم نامش هم شیادیست به این دلایل که خوندم، چرا که دین علم نیست و از روابط اشیاء و پدیده ها صحبت نمیکنه. جهان اسلام را از زمانی که این کتاب ها تألیف شد و تحافت الفلسفه و فلاسفه رو نوشت به این روز انداخت که شاهدش هستیم و باعث انحطاط علم و فلسفه و رونق تعصب و تقلید و دعواهای مذهبی بعدی گردید و جامعه طاقت تحمل عقیده و وجود مخالف را دیگر جامعه اسلامی نداشت. دین باور و دین نابرور نمیتونستن در مقابل هم بشینن و صحبت کنن، که هیچ، حتی عقاید مشابه نیز طرد شدند. دعواهای سنی و شیعه که قبلا هم وجود داشت ولی بعدا در اوج گرفت و به اصطلاح شیعه ستیزی تا رسید به صفویه سنی ستیزی. در ایران از زمان شاه اسماعیل صفوی 1501 و سلطان سلیم عثمانی به قول صابر شیروانی واقعا رنسانس بود این مرد بزرگ. وقتی دو تا بیماری لاعلاج، من فارسیشو چیز میکنم، بله، یعنی تشیع با تسنن به جان هم افتادن و برای یک دین قدیمی و کهنه دو نام جدید ابداع شد، سنی و شیعه، درجه انحطاط شق کامل گشت که نادرشاه در وثیقه‌ای که با قرار دادن
یا قرارداد کنگره مغان که منم اون هفته رفته بودم در آلمان، آغازشو اینجوری چیز میکنه: در حدود دو قرن است که خاندان صفویه، سخنان نادره، نادرشاه، تاج و تخت سلطنت را از تصرف سلاطین ترکمانیه که اهل سنت بودند گرفته و خود بر عرکه سلطنت نشستند. برای اینکه سلطنت خود را استحکامی بخشند به فکرشان رسید فیما بین امم، یعنی امتهای سنی و شیعه، بنای سب فحش دادن به ابوبکر عمر عثمان، به خصوص ابوبکر عمر، و رفس گذاشته و به دستیاری این تدابیر آتش افروزند و مردم را به جای یکدیگر اندازند. این تفرق اندازی آنقدر پیش رفت تا اینکه مسلمین دست از مقاتله کفره برداشته و مشغول اسر و قتل، یعنی اسیر کردن و قتل نفوس و غارت و نحو اموال برادران دینی خود شدند که هنوزم ادامه داره. گفتن داعش کی به اسرائیل حمله میکنه؟ گفتن وقتی مسلمون بشه. وضع مملکت به آنجا رسید که طایفه لزگیه بر شروان، افاقنه بر عراق، یعنی لگزیه به اصطلاح فارس و اصفهان، و ملک محمود سیستانی بر خراسان و عثمانی بر آذربایجان و کرمانشاه و همدان و روسیه بر مازندران و گیلان دست یافت که الی آخر. همون وثیقه نادر رو بخونید عزیزان، اونایی که خواستن. بله، اینم که به هر حال نادرشاه گفتم که چیز امروز جز تفاخر به گذشته یا پناه بردن به افراطگری دینی و وهابیگری و شیعه بدیل آن که ولایت فقیه خمینی، یعنی خمینیزم است، و القاعده حکومت اسلامی و القاعده داعش، حکومت اسلامی که داعش، ببخشید، القاعده و حکومت اسلامی که داعش، و در مقابل گرایش های مذهبی با جنگ و جدل هایشان وطن پرستی نژادی، ناسیونالیسم آریایی، ترک و عرب، پان آریانیزم، پان ایرانیزم ملهم از پان جرمنیزم و نازیسم، پان ترکیزم، پان عربیزم، پان اسلامیزم سید جمال اسدآبادی مقلد از اونا، از در واقع پان اسلاویزم و پان جرمنیزم، چیزی از دارالجهل های حاکم تا کنون بر نخواسته و بر نمیخیزه. دنیای اسلام اینجوری عقیم شد، اون عصر طلاییش تموم شد، افولش اینجوری شروع شده. من تحلیلم اینه آخونده. متاسفانه رنسانس جهان اسلام برخلاف اروپای مسیحی در آغاز اسلام شروع شد، از بنی امیه و بنی عباس. حسن چیز واصل ابن عطا و عمر ابن عبید، بنیانگذاران معتزله رنسانس اسلامی، شاگردان حسن بصری در 110 هجری مرده بودن، زمان بنی امیه. از قرن دوم تا ششم ادامه داشت، نطفه هاش در همون قرن دوم و سوم کاشته شد، و قرون وسطای اسلام با اشعری و غزالی و چهار فقیه، یعنی امام های تسنن، ابو حنیفه کمتر از همه، مالک خیلی زیاده، شافعی و حنبلی که خیلی مرتجع، و فقیه شیعه امام ششم، و رنسانس معتزلی و علمی و فلسفی آغازین را اینها خاموش کردند و به تاریخ سپرده شد که تا کنون این سلطه شب جهل و تقلید ادامه دارد. در دارال حکمه و دارال علم آن زمان در کنار دروس دینی مثل قرآن، طب و ریاضیات و نجوم و فلسفه و منطق هم تدریس، بعدها فلسفه و منطق و بعدها فلسفه تدریس می شد. به قول خیام به دارال جهل این دارال حکمه و علم و دار و تقلید مبدلش کردند که در آن تنها دروس مربوط به فقه، آن هم نوع رسمی آن، تدریس شده و می شود. در ایران شیعه اجازه نمیده مسجد سنی در تهران باز بشه، این همون در اهل تسنن. جهان اسلام اعتماد به نفس اولیه خود را که از همه جا می گرفت، اعداد رو از هند میگرفت، هندسه رو از یونان میگرفت، قاطی میکرد، جبر رو میساخت، نمیگرفت، همونجور لالی ادامه پیدا میکرد.
بله. و اونه که خط نسخ کش میشه، ضرورت ایجاب میکنه، با وجود اینکه گیر خلیفه مرتجعی آخر افتاد که دستشو برید. بله، به هر حال ابن مقله رو میگم. همچنان که کتابخانه اولین فیلسوف بزرگ تاریخ اسلام الکندی رو زمان همین متوکل به، چون معتصم پسرش پارتیش بود نکشتنش، کتابخانه شو ریختن به دجله. جهان استعام اعتماد به نفس خودش رو اینجوری عرض کردم از دست داد و یادگیری شو. و از غزالی تا به امروز با علم و عقل ستیزی، با علم ستیزی و عقل ستیزی و عدم تحمل وجود و عقیده مخالف، به بیماری کوری مطلق بینی و کری در مقابل شنیدن حقایق مبتلا شده، که در خود قرآن سمون بکمون خیلی خوب اون موقع به کسانی که اون در خطاب شنیدن آیات، ولی واقعیتش اینه که حقایق علمیه الان و منطقی و عقلی، که در سوره کسانی بخوان بقره آیه 18 و انعام آیه 39 اومده، سمون بکمون امیون فهم لایبسون، کرولال هستن و در ظلمت و تاریکی قرار دارن. آقای علامه طباطبایی دوست عزیز از دست رفته و دانشمند و بگم عارف مسلک، در المیزان می نویسه منظور از افراد کر مقلدینی هستن، تفسیر ایشونه قشنگ گفته که بدون چون و چرا از رهبران گمراه تبعیت میکنن، حتی از رهبر آقا هم تبعیت کنه خلق را تقلیدشون بر باد داد آقای طباطبایی، و گوش خود را بستند که صدای رهبران الهی، من می نویسم حقایق علمی و نقد عقلی و آزاد دین رو نمی شنوند، خود ایشون هم نمی شنید. و منظور از افراد لال یعنی گنگ همان رهبران گمراهی هستند که حقایق را به خوبی درک نمی کنند، اما برای حفظ موقعیت و منافع مادی خیش مهر سکوت بر لب زدن و هر دو دسته در ظلمت جهل و خودپرستی گرفتارن. بله، انسان شریفی بود. المیزان جلد هفتم صفحه 84. در عصر طلایی اسلام کتاب‌های زندیقان مقایسه کنید و دهری‌ها و اصحاب عیولا منتشر و حتی در کتاب‌های مخالفان دینیشان مورد بحث قرار می‌گرفت. کتاب اعلام و نبوه ابو حاتم رازی که احتمال قوی این چیشون به اصطلاح شیش امامی، یعنی به اصطلاح چیز هستن، شیعه هستن، مرگش 322. در گفتگویش با زکریا رازی که طرفدار پنج قدیم بود رازی، اونجا هم می نویسه یعنی پنج چیز وجود دارن که از آغاز وجود داشته. این هم شاگرد مکتب کندیه. کندی گفته بود هیولا یعنی ماده بالقوه، صورت ماده بالفعل قابل حس، زمان مکان و حرکت، اینها جوهرن. حرکت رو چون وارد جوهر کرده بود دیگه نیازی به محرک یعنی خدا وجود نداشت. اما رازی چون طبیب بود نفس و خدا رو در کنار زمان مکان و هیولا صورت رو قبول نداره، یعنی ماده بالقوه. ایشون مؤلف فنوبوات و یدعا نگزل ادیان، در مخاریگ الادیان معروفه، یعنی دروغ ها و نیرنگ ها و حقوبازی های ادیان و فی حیل المتنبین و یدعا مخاریگ الانبیا، در نیرنگ و حیله و شعبده مدعیان پیغمبری. مترجمین پیامبر نماها ترجمه کردن مسلمان، یعنی هر که ادعا چون راضی به وحی اعتقاد نداره همه رو مدعی میدونه، تمام پیغمبرا رو. خود راضی رو ببینیم چجوری فکر میکنه، که به ترجمه فارسی آن از دکتر سید حسین نصر، اول سرسپرده لوی شوان، بله، که قاضی عیسی نورالدین کتابش هم سعکی مسلمان رو به درگاه شیخ اجل تقدیم کرده و بعد سرپرست و مرشد و مدافع عرفان مریمیه
مقدمه انگلیسی به ترجمه فارسی آن نوشته تا جبهه گیری دینی خود را، همون کتاب ابو حاتم رازی، در اثبات باطل بودن رازی یه معتقد و اصالت ماده یعنی هیولا و زمان و مکان و ضد دین و پیامبران و ضد وحی تذکر داده باشه. ابو حاتم در این کتاب به رد دیدگاه رازی در انکار ضرورت وحی و نبوت و ارسال رسول و قول وی به قدمای خمسه یعنی خداوند، نفس، هیولا، زمان و مکان پرداخته و برخی ایرادات محمد زکریا در مورد ادیان را نقل و به انتقاد از آنها پرداخته. در ضمن کتاب زاد المسافرین ناصر خسرو رو نگاه کنید که به حواشی دانشمند بسیار ناشناخته در ایران، آقای علی قویم، قویم الدوله، در 1338 چاپ شده، در کنار دین ستیزان مادیگرا و اهل تجربه، عصر طلایی اسلام بایستی به تکمیل این جریانات مادیگرا پرداخت. اینا دین رو قبول نداشتن به اون صورت. فلاسفه لاعدری و شکاک هم در دنیای اسلام وجود داشتن، ضمن تأکید از جمله ابوالعلاء مری نزدیک همه حلب مره، برابری انسانها رو در دیوانش که عمر فرخ با واو به جای فرخ، ترجمه فارسی حسین خدیو جم در صفحات 216-382، فن ناس کلهم سوا، تمام انسان ها با هم برادرن. بعد حتی اون نکاح را هم که بچه ولد از اونها، اینا را هم در صفحه 382 مسخره میگیره که منظور در واقع ظواهر تولد مهم نیست، اصل اینه که یه انسان متولد بشه. بله، و گاه حملات تندی علاوه بر اسلام به زرتشتی و یهودیت و مسیحی هم کرده. میگه حیرتم از کسراست که خود را با شاش گاو میشوید. زرتشتی ها برای اینکه نجس بشن نمیشه آب زد، بایستی خودشو با شاش گاو بشوره، بعد خاک بزنن، بعد آب بزنن، اونم موبت پول بدن. و یهودی ها که میگه قربانی را آتش شد چنان بلند میکنه که یهوه در مشامش در آسمون برسه. و مسیحی ها که به مجسمه هایی که خودشون ساختن راز و نیاز میکنن، از اون مجسمه عیسی یا مریم حاجت میخوان. و کسانی که از راه دور میرسن سرها را تراشیده بر سنگی بوسه زنن. همه اینا را میگه که از عقل بدورن، زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان. کتاب های زیادی داره که من یک بار راجب ابوالعلا در اینجا صحبت کردم، لزومیات یا برترین واجبات، نقد دولت، دین و مردم، دمشق چاپ شده در 1990 قبل از اینکه ویران بشه، و کتاب های زیادی که دیگه ازش میگذرم. رسالت الغفران رو گفتم، بعد تو دیوانش رو نقد کردم، رساله تل فصول و الغایات که بر علیه قرآن نوشته، در رقابت با قرآن نوشته که فصیح اینه، قرآن نیست. ناصر خسرو هم در همون چیزش اشاره میکنه و تعصب مانع میشه که زنده بوده نمیره اون مرد بزرگ رو ببینه. به هر حال رساله ملائکه و در اون رسالت الغفران همه بخشوده میشن، بهشت رو مسخره میکنه. و خیام ابوالعلا میگفت نباید ازدواج کرد، باید وایستاد تا مرگ فرا برسه. خیام میگفت انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. و ولی هر دو لاعدری هستند، هر دو شکاکند، چون نیست حقیقت و یقین اندر دست، نتوان به امید شک یک عمر نشست. تان هان تا ننهیم جام می از کف دست، در بیخبری مرد چه هوشیار و چه مست. شکاک، لاعدریه. بله، و اینا هم در لطفا به الهیات شفای بو علی در مورد بعضی از این عقاید رجوع بکنید که اونجا رد کرده نه، ولی ترهم کرده، دستش درد نکنه بدون اینکه ازشون اسم ببره. اما امروز اسلام آخوندی یعنی منبری هیچ صدایی را بر نمیتابد و این نشانه مرگشه. من در واقع یک نقدی رو که
در مورد زوال اسلام واقعا گفته و نوشته شده بهش اشاره میکنم. حامد عبدالصمد، زوال جهان اسلام، یک پیشبینی. نه اینکه جامعه اسلام از بمیره، این اسلام حکومتی و در واقع بایستی یا تم خودشو با ضروریات این قرن سازش بده که عبارت از این تمدن مدرنه، یا اگه بخواد در انزوا و در ستیز با این و در نتیجه فرو رفتن در ارتجاع خود زندگی بکنه، طبعا آخرش به جایی نخواهد رسید و این در واقع به انحطاط اون جامعه ای که بگم گرفتار سیستم آخوندی است و طبیعت انسان رو زیر سوال میبره. برابری زن و مرد در اونجا به اصطلاح معنی نداره، برابری انسانی معنی نداره. جهان به مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میشه، مؤمن زن و مرد تقسیم میشه و کافر زن و مرد تقسیم. اون کافرها هم حربی یا اهل جزیه اگر حساب بشن. بنابراین من این بخششم در واقع بسیار به این کتابم، من واقعا اعتقاد دارم که عزیزان ضمن نقد به اصطلاح می نویسه چگونه دموکراسی می تواند به یک واقعیت سیاسی تبدیل شود هنگامی که پدر خانواده، معلم مدرسه و پلیس مانند خدا و حاکم عمل می کنند. زبانی که همه این انسان ها از طریق آن جهان را درک می کنند یک زبان استبدادی است. به فرهنگ به منزله یک ساختمان دربسته و غیر قابل تغییر نگریسته می شود و به همین دلیل تلاش می شود تا آن را با خشونت تمام در مغز و پیکر انسان ها حک و ابدی کنند و سرانجام این انسان ها تنها آن بخش از جهان را می توانند ببینند که به آنها اجازه داده می شود. از این وضعیت یک دور باطل خشونت شکل می گیرد که هر کس دیگر را سرکوب می کند. دولت مردم را سرکوب می کند و مردم یک دیگر را سرکوب می کند. معلم دانش آموز را، مردان همسرانشان را و زنان فرزندانشان را، و در پایان این زنجیره بچه ها هستند که حیوانات را آزار می دهند. چقدر زیبا نوشته. یاد جمله کیانوری افتادم، در دیکتاتوری پرولتاریا رو اینجوری تفسیر کرده: دموکراسی بالاتر از من و دیکتاتوری پایین تر از من. بهتر از این نمیشه روحیه ایرانی ها را هم، مصر و بقیه عرب ها هم، یک کمی لبنان بهتره چون همزیستی وجود داره ناچار. بعد حال اون ابوالقاسم فراهانی در منشآتش می نویسه: ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مظلوم، عاجز و مظلوم هرچه ظالم و بدخواه. این روحیه این ملت، هر جایی که ظالم و بدخواه گیر بیاد ایشون تبدیل، ما هم تبدیل به عاجز و مظلومش میشیم. هر که در میشه دالونش میشیم، هر که خر میشه پالونش میشیم. مسئله مشهور. و برعکس، هر جا ضعیف کشی گیر بیاد، عاجز و مظلوم گیر میاد، به ظالم و بدخواهش تبدیل میشیم. تا از این روحیه که قائم مقام به این زیبایی گلستانوار بیان کرده خودمون نجات پیدا نکنیم، نتونیم جلو ظالم و بدخواه وایستیم و بر عاجز و مظلوم کمک کنیم که از عجز و مظلومیت بیرون بیاد، نه اینکه در عجز و مظلومیت باقی بمونه، اون بدترین خیانته.
که نیچه میگه و به درستی میگه. و به هر حال من متاسفانه بگم که درد جامعه ما خیلی زیاده و به هر حال برگردم به چیز و سخنم رو به پایان نزدیک بکنم. بله، در واقع به قسمت آخر نقد اسلام و قرآن و مقایسه ارزش‌های آن که نیک و بد و حلال و حرام و ثواب و گناه آن در برابر ارزش‌های تمدن مدرن می‌پردازد که آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان، یعنی رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، دینی، زبانی، نژادی و به اصطلاح فرهنگی است، و سکولاریسم یا لایسیته که در واقع همون برابری دینیه، ولی چون با آخوند طرفیم اینو باید برجستش کرد و برجسته کردند، و اصل تفکیک قوا و آزادی رسانه‌های گروهی هم در کنارش، یعنی آزادی و به اصطلاح قوه مجریه و مقننه و قضاییه بایستی مستقل باشه و الا دیکتاتوریه. اصل 110 قانون اساسی یعنی توتالیتاریسم، یعنی تامیتگرایی کامل. و شریعت مداری اینو خیلی خوب میفهمید. قانون اساسی ده اولان اصل یوزون ضد بشر ده اصلاح اجر علماسا باطل ده درده. اصل 110 قانون اساسی گفتم و به تکرار ضد بشره. اگه اصلاح نباشه نشه قانون اساسی باطل و هدره. اصل یوزون دوزل مثل جا به جا بیز و رخ بو قانونا رعیلا. اصل 110 قانون اساسی جا به جا از بین نره و دو اصلاح نشه، ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم. و در همه این ارزش های جنرال فرانسوی بود، دوست یکی از فامیل های من هم کلاسیش اومد گفتش که ما فرانسوی ها اصل آزادی و برابری و برادری رو که بعد لغو شد به دلیل این که با برابری مغایر بود آوردیم. کاش به جای این سه بار تأکید میکردیم تولرانس تولرانس تولرانس، یعنی مدارا، طاقت تحمل منطق و وجود مخالف، تسامح و به اصطلاح قبول وجود و عقیده مخالف، که ولتر گفته حاضرم برای اینکه دشمن من بر علیه من بتواند عقاید خود را آزادانه بیان کند جانم را فدا کند. در واقع بعد من اون بخش به اصطلاح سوم که نقد اسلام و قرآن در همین مدتی که باقی مونده میخوام زود این بخش تموم بشه، نسبت به تمدن امروزی و ارزش‌های امروزی آنها که ذکر کردم، آیا اسلام پیشرفته است یا ارتجایی؟ همه ادیان ارتجایی هستند بدون استثنا. همه ادیان موجود همه مرد سالارن و بشریت را به مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میکنند. زورشون برسه غیر مؤمن رو از بین میبرن. ببینید بعد از عصر استعمار مستقیم در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 که دو تا جنگ جهانی هم بر سر اون برای خوردن ما بینشون را افتاد، امروز ما دیگر هیچ تمدن دینی نداریم که بنا به نظام دینی تولید و باز تولید داشته باشد. گفتم تنها تمدن سرمایه‌داری صنعتی وجود داره، از مساجد ساختمون‌هاشون آجرهاشون تا عمامه و عبا و نعلین برسد به مهر و تسبیح آخوند و لباس زنان و مردان مؤمن، صنایع انفرماتیزه شده سرمایه‌داری صنعتی هستند، نه تمدن اسلامی، نه مسیحی، نه یهودی، نه کنفوسیوسی، نه لاوسی، نه هندویسم. تنها بقایای فرهنگی اون تمدن‌ها به صورت دینی وجود دارند که میتوانم با هم گفتگو کنم. فرهنگ تمدن دینی مدرن
بر حقوق بشر، آزادی و برابری و اصل تکوین گوا و سکولاریسم و تولرانس بنا شده که همه ادیان دشمن خونی تک تک اینها هستن. گفتم یه بار تکرار میکنم، من جفنگ تر ببخشید و بیمعنی تر از گفتگوی تمدن ها، حتی گفتگوی اون فرهنگ های دینی با این فرهنگ تمدن مدرن سرمایه‌داری صنعتی ندیدم و نمیشناسم. در واقع ببینید، این تمدن دینی بر روی ارزش های استوار شده که بر اساس فروع دین ثواب و کمک به مؤمنینه و عدم کمک به اسلام اینه، دلمون بخواد آیات قرآنه و غیر مؤمنین و ارزش هایی که در واقع به بخش اخلاق بحث خواهم کرد چون نمیخوام تداخل بشه. اون این تمدن مدرن بر روی آزادی و برابری در اصل و تسامح و سکولاریسم و تفکیک قوا گذاشته شده، نه دینی آزادی رو قبول میکنه، نه برابری انسانی رو قبول میکنه، نه سکولاریسم که دشمنشونه و نه تفکیک قوا معنی داره دردی. و میدان بدی به ولایت فقیه میرسه که ایرانی ها میدان میدن، ما خودم همه ما خود منم هم در این مسئله مقصر. و بنابراین من معتقدم که بایستی در به اصطلاح مقایسه نقد اسلام و همه ادیان با تمدن مدرن این نکته رو گفت که اروپایی ها، یه بارم گفتم، برخلاف سومری ها که در زبانشون بنیادگذاران تمدن واژه بیگانه، ازگه، دیگری وجود نداشت، اجنبی، در حالی که اینها یک بام و دو هوا کردن، هنوزم میکنن آزادی و برابری برای خودشون و دیکتاتوری برای مستعمرات، صلح برای خودشون، جنگ برای دیگران. و این سیاست متاسفانه این چه که این تمدن سرمایه‌داری صنعتی رو در واقع بگم به ابتذال کشیده، اینه که نمیخواد این ارزش هاشو عمومیت بده. سه جریان وجود دارن، یه عده میخوان انرژی از این جهان سوم ببرن در جهان غرب، کمپانی های نفتی و گاز، یه عده بریتیش پترولیوم هم همون کودتای 28 مرداد و تمام داستان ها، یک عده میخوان اسلحهشون رو بفروشن و جنگ نیابتی انجام بدی. الحمدلله اینم بازارش خیلی پر رونقه، همین اخیرا هم دیدی معاملش. سوم چیه؟ یه جریان هوشمندی در جهان غرب بود، از جمله در خود ایالات متحده، برخلاف استعمار انگلیس و فرانسه، اونها از روزولت شروع میشه، حتی قبل از اون در جنگ جهانی اول به بعد ویلسون، که میخوان این دولت ها مستقل بشن، مستعمره تموم بشه، البته برای منافع خودشون، و دوره رونق در اینها شروع بشه تا بتونن کالاهاشون رو خوب بفروشن و اینا هم خریدار کالاهای خوب اونا باشن. از جمله اونها خود کندی بود که اصلاحات ارضی در ایران انجام داد. شیش ماده ای که سپاه صلحش تبدیل به سپاه دانش شد، اصلاحات ارضی رو که وادار کرد، شاه خودش هم
در قبل از انقلاب یک گزارشی چیز شده بود که کندی شاه رو برای دادن وام به ایران وادار کرد که علی امینی رو نخست وزیر کنه. از شاه میپرسه که میخواستید بگید کسانی که در خانه های شیشه ای نشستن حق سنگ پرانی ندارن؟ میگه بله من خیلی میدونم به نخواهم گفت، یعنی منو نکشید. بنابراین معنی تفسیریش اینه. بنابراین این هم اونها در واقع میخواستن، همچنان تمام هم و غمش هم مبارزه با کمونیسم بود، هیستری اونو داشتن. از جمله کمربند سبز اسلامی ابزاری بود، ضمن اینکه کارتر میخواست دیکتاتورها رو برداره با دموکراسی روسیه منفجر بشه که شد. نقش دموکراسی برای انفجار شوروی در داخل به مراتب بیش از کمربند سبز اسلامی بود که اول در اندونزی امتحان شده بود علیه سوکارنو و بعد هم ادامهش با القاعده و جمهوری اسلامی. هویزه رو فرستادن، شاه رو بیرون کردن، خمینی رو آوردن دیگه. نامش هم الان با کندی و اینا و 150 میلیون دلار کارتر به خمینی. خب این ظاهرا فحش میده، ولی میلیاردها در رقابت با اینا درآمد دارن. سیاست یک بام و دو هواست. بایستی با ارزش های خودشون اگر برمیگشتن، که شایستگی اینو نداشتم، من گفتم شایستگی اون چیزی را که به وجود آوردن برخلاف سومران نداشتن، هنوزم ندارن. این ارزش های غیر دینی آزادی و برابری و سکولاریزم، برابری انسانی و یعنی تبعیض ستیزی و اصل تفکیک قوا، این محصول تمدن بشری است، نه اینکه تمدن غربی اونجا ظهور کرده. تمدن غربی محصول تمدن بشری است. برتران راسل وقتی به نزدیک بود زمان خروشچف، اون کشتی ها که میرفتن امریکا، کندی میخواست بزنه، چون حقوق بشر ور میداره، گریه میکنه به کندی، میگه نه ما بیام میزنیم. به خروشچف گریه میکنه، اون دستور داد کشتی ها برگشتن. بعد یه جمله ای نوشت که امریکایی ها مردمانی هستن که نمیدونن این تمدن به چه باهایی بر بشر تا امروز تموم شده و به آینده با غرور نگاه میکنن. و به هر حال من سخنم رو به اون به اصطلاح افاده توخالی و بگم چیز اسلام اشاره خواهم کرد با یک دو بیتی و که گیرم پدر تو بود فاضل، گویا به نظامی هم منصوبه، از فضل پدر تو را چه حاصل. و صاحب خیلی عذر میخوام یه ذره تند گفته، چو فضله ایست، فضله موش و ایوانات، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر ز بی هنری. ما الان در آستانه بشریت چی داریم؟ دانشمندان ما هم در کشور خودمون دانشمند نمیشن، میرن در جایی که مرکزش دانشمند میشن. بنابراین اون در این نقطه پایانی اون شش جریان فکری، یه سخنرانی مفصل دارم، در دنیای اسلام شش جریان فکری به وجود اومدن که در عصر طلایی اسلام قرن دوم و سوم بودن، که اینها در واقع سه تاش ارتجاعی هن که پیروز شدن. فقه بود، کلام بود و تصوف. تاریخا اول تصوف بود، بعد فقه شد، بعد کلام. بله، یعنی حسن بصری فرزند یک مسیحی 110 هجری است، تصوفه، فقیه هنوز ظهور نکرده بود. اونجوری چهار تا امام تسنن و امام شیعه با ابو حنیفه و امام صادق و مالک و شافعی و حنبل به ترتیب تاریخ. و سه جریان مترقی در اسلام وجود داشت. خراباتیگری بود که مخصوص ایرانه، خیامم حافظم نماینده شعری اونه، در خیامم بعضی اشعار از خراباتیان اومده. جریان فلسفی و جریان علمی.
که در جریان فلسفی هم سه شاخه، هر سه شاخه رو بیرون داده، ایدئالیسم، ماتریالیسم و شکاک. و در جریان فقهی هم بین سنی و شیعه و وهابی الان تقسیم میشه. و به هر حال غیر از چهار شاخه سنی، وهابیت هم بهش اضافه شده، شده پنج شاخه. یک کتاب 73 ملت هم هست که شیعه 73 شاخه بود. به هر حال و اینها هم به اصطلاح یک سخنرانی مفصل، چون رو این دارم دیگه تکرارش زاید عزیزان بود، همون سخنرانی. اینها همه در اون عصر طلایی اسلام به وجود اومدن و به خصوص جریان فلسفی و علمی بسیار با اهمیت. اگر علم جبر کشف نمیشد، نیوتن به وجود نمی اومد، گالیله به وجود نمی اومد، کوپرنیک به وجود نمی اومد، نیوتن و پلانک و اینشتین و هایزنبرگ و دیگران. یعنی از حساب به هندسه و از هندسه به حساب رفتن، یک معادله رو منحنیش رو رسم کردن و یک منحنی رو معادلش رو نوشتن. این با محمد ابن موسی خوارزمی شروع شده و ایکس رم شی نوشته تو کتاب. و جریان فلسفی هم بسیار با اهمیت. گفتم پنج تا تمدنه که تونستن فیلسوف بیرون بدن: چین به صورت ناقص، چون ماتریالیسم رو زیاد در چین نمیشناسیم، شکاک وجود داره، ایدئالیسم هم وجود داره، ولی خب به خدایی نیست اون. بعضا اونجور لاوتسه داو هستش، یانگ و ینه فلان الاخر. به هر حال جنبه دینی ولی پیدا کرد، حالت دینی داره، حالت فلسفی نداره، هرچند نهله های فلسفی از اون به وجود اومده. هنده که نهله های فلسفی در هند هم وجود داشتن، شکاک هم وجود داره، ماتریالیستش هم وجود داره، چارواکه. و در همون ریگودا آیات اولیه کسانی که منکر خدایان هستن اونا رو مسخره میکنن الاخر توش هست. و طبعا همچنان که در اسلام آثار رازی رو از بین بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان دیگه وجود نداره، این همون در هند هم هندوها اون آثار رو از بین بردن، یه جنس هم. به هر حال و بعد از هند یونانه که اوج شکوفایی فلسفه در عصر باستانه، هر سه مکتب ماتریالیست، ایدئالیست و شکاک وجود دارن. ماتریالیست قبل تالس و غیره، آب و دموکریت و هراکلیت و الاخر، و بعد شکاک، و بعد سقراط، افلاطون، ارسطو، که ماتریالیسم و ایدئالیسم با همه به هر حال در ارسطو. و بعد در اسلام که هر سه مکتب، ایدئالیسمش هم دو شاخه میشه، دو تا عرب فوق العاده فرهیخته، الکندی و ابن رشد، اونها به ابدیت ماده وجود معتقدن و چیز رو قدیم غیر مستقیم میدونه، جوهر رو و در حرکت. ولی الکندی ما ثبت قدمه امتنع عدمه، هرچی که قدیم بودنش رو ثابت کردیم، فرمول کندیه، ازلی بودنش ثابت شد، ابدی بودنش رو ثابت کردیم. و بعد برسیم به اصل بقای ماده و انرژی، مثل اونه در مورد وجود، البته نه ماده و انرژی. ولی به هر حال اینا دنبال نشد، چون تمدن به انحطاط رفت. و آخرش هم اروپای بعد از رنسانس که این پنج تا تمدن فیلسوف بیرون دادن، دیگران بیرون ندادن. ایران قبل از اسلام فیلسوف نداره، فرض کنید که تمدن ژاپن فیلسوف نداره، سرخپوستان آمریکا فیلسوف ندارن، و به اصطلاح آفریقا فیلسوف نداره تمدناش. ممنونم و شب و روز عزیزان بخیر. بخش ششم اخلاق هفته آینده شروع خواهد شد.